خبرهای داخلی است همکار ما بشیر سلطانی با ما در این قسمت هستند و روی تازه ترین خبرهای داخلی هم گفتگو می باشیم سلام صبح شما بخیر سلطانی خوش آمدید به برنامه تشکر سلامت باشی سلام به خود سلام به بیننده عزیز ما امیدوارستم که روز خوب را آغازگر باشه بخیر باشی سلطانی از نخستین خبر آغاز میکنیم پشت بانی کشورهای همسایه و منطقه از صلح و در افغانستان میشه که جزئیات از این خبر بر ما کدام کشورها حمایت کردند بله مهمترین موضوعات را که البته ما با همکارای ما در بخش داخلی دنبال کردیم پشتبانی مم. کشورهای منطقه جز چین از سبات در افغانستان هست مسئله زمانگیر بودن انتقال زندانیان افغان از ایران به کشور هست امیدواری و امیدواری به بهبود روابط میان کابل و با دوشنبه هست و همچنان به حمایت گروه بین المللی بحران از پشتبانی افغانستان در بخش تغییرات اقلیمی هست در بخش خبر اول قسمی که ما و شما در جریان هستیم در ماهای اخیر یا در روزهای اخیر موقف گیری های کشور های همسایه از صلح و ثبات در افغانستان بیشتر شده هم قسمی که ما روسیه را داشتیم ازبکستان را داشتیم که اونا به صلح و ثبات در افغانستان را مهم خوانده بودن نماینده ویژه چین هم در گفتگوی ویژه با یک رسانه چینی به مسائل مختلف در رابطه با افغانستان پرداخته مسائل سیاست چین در قبال افغانستان بحث مسائل حقوق بشری و همچنان کشور کشورهای همسایه توافق کردن به صلح ثبات در افغانستان گفته که کشورهای همسایه به شمول چین توافق کردند که برای برقراری صلح ثبات در افغانستان با هم همکاری داشته باشند یوشاوینگ همچنان به بحث به پرداخته و گفته که یک نگرانی مشترک کشورهای منطقه و همسایه هست و در مورد چین با پشتبانی از افغانستان در بخشای گنگون بایجا در بخشای اقتصادی در پیکار با هر اسفگنی نقش داشته و همچنان مسائل حقوق بشری را بحث آموزش بانوان را نیز پرداخته و گفته که هرچند که این موضوع بسیار مهم و قابل توجه کشورها هست اما بحث آموزش یا بحث حقوق بشری تنها مشکل افغانستان نیست ما مشکل دیگه در بخش فقر داریم در بخش مسئله حراس افغانی است که اونا باید توجه شد برشون حکومت سرپرست هم گفته که فضای قابل توجهی یعنی میان چین و حکومت سرپرست در حال حاضر هست و کوشش میشه که روابط بیشتر گسترش بیاد بله این توافقات آیا نتیجه بخش است سلطانی و آگاهان سیاسی در مورد چی میگن خب ببینین در کل در بخش یا در حل مسائل افغانستان یک دوگانگی یا دو قطبی در سطح بین المللی هم ما مشاهده میکنیم هم قسمی که روسیه زیادتر تمایل داره حل مسائل افغانستان از روند به نشست های مسکو باید حل شود زیاد تمایل ندارن که از روند دوحه که در اونجا کشورهای غربی هست و ملل متحد هست و زیادتر نقش آمریکا دارن روسیه در تلاش ازی هست روسیه و چین که به مسائل افغانستان از آدرس کشورهای همسایه حل شود و هم خاطر است که زیادتر اهمیت میتن یا زیادتر نقش کشورهای همسایه و منطقه را مورد توجه خود قرار دادن و زیادتر کوشش میکنن که از نشست هایی که در مسکو برگزاری میشه با, با مدیریت روسیه مثلا افغانستان حل شه ولی طبعا کشورهای منطقه چون روابط بازرگانی دارن و سیاسی خوبی داریم نزدیک هستند با ما از آدرس کشورهای همسایه اگر مشکلات افغانستان مطرح شود و حل شد این به مراتب بهتر خود بود. بله زمانگیر بودن روند انتقال زندانیان افغان از ایران چقدر زمان خواهد برد؟ خب ببینین بحث زندانیان افغان که در ایران هستن مم. یک بحث بسیار کلان هست قسم که ما در جریان هستیم در یک سال گذشته نزدیک به اگر اشتباه نکنم 300 تن از افغان از افغان های ما در ایران اعدام شدند در مقطع زمانی های مختلف اونا اعدام شدن در شهرهای مختلف و تعداد زیادی از افغان ها در اونجا زندانی هم هستند که در روز سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که یک تعداد قابل توجهی از افغان ها به جرایم گناگون به ویژه جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران نو زندانی هستند که گفته هزینه بسیار زیادی را بالای دولت ایران اینا وارد کردن و اشاره کرده به سفر معاون وزیر عدلی ایران که به افغانستان آمده بودن گفته که در این سفر هم توافقات خوبی با حکومت سرپرست افغانستان انجام شده و امیدوار بوده امیدواری به این است که این روند دیگه هم زودتر انجام شد چقدر ایرانی در کابل زندانی است آیا آمار دارید خب آمار دقیق ندادم اما خب پیش ازی تایید کرده بودن که برخی شرفندان خارجی هم در ایران هستند به شمال کشورهای همسایه و دو که آمریکایی را هم تایید کرده بودن چون امی حیعت هم که آمده بود سلطانه آیا این میشن؟ بله یک توافق نامه از سال 1381 از بین افغانستان و ایران که نظر با او و ماده هایی که در توافق نامه هست در صورتی که نیاز باشه بین با دو کشور توافق توافق صورت میگیره و بر اساس هم توافق نامه باز تبادل زندانیان صورت میگیره خیلی خوب امیدواری به بهبود روابط کابل با دوشنبه میشه که در مورد این خبر هم برای ما جزئیات بده سلطانی خب تاجکستان از جمله کشورهایی هست که برعکس کشورهای منطقه در سه سال گذشته روابط چندان خوبی با افغانستان یا حکومت سرپرست نداشته <تصفح> و در اواخر سخنگوی امارات اسلامی ماوین سخنگوی امارات اسلامی گفته که حیعت از دو طرف رفت آمد داشتن گفتگوهایی انجام شده و امیدوار هستند به بهبود روابط میان کابل و دوشنبه که در آینده ای به روابط دیگر هم گسترش بیابه و خوب شد روابط آگاهان سیاسی در این مورد چی گفتن سلطانی؟ خب طبعا توشکستان هم مثل ازبکستان، ترکمنستان و ایران یکی از کشورهای همسایه هست ما با روابط بازرگانی در گذشته داشتیم یک کشوری است که در بخشای مختلف به در فرهنگی ما بسیار مشترکات داریم با اون بحث زبان است، بحث فرهنگ است بهبود روابط با همه کشورها به خصوص با کشورهای همسایه به نفع افغانستان است امیدوار هستیم که در قسمت هم گم های برداشته شد خیلی خوب ادمینان گروه بین بحران از همکاری با افغانستان که در کاپ 29 گفته شده میشه در این مورد جزئیات خب نشست کاپ 29 که از 11 نومبر آغاز شده تا حال ادامه داره قرار است تا دو روز دیگر هم ادامه داشته باشه دیروز حیاتی که از افغانستان رفته بود از اداره ملی حفاظت محیط زیست سرپرست اداره دیدارهایی داشته با مسئولان از گروه های از گروه بین المللی نجات گروه بین المللی بحران که اونا با افغانستان را گفتن که از تغییرات اقلیمی متاثر هست و اطمینان دادند که در بخشای گوناگون که مربوط اونها میشه در بخش تغییرات اقلیمی از افغانستان پشت بانی خواهد کرد. بخیر و با سلامت باشی سلطانی عزیز که حضور پیدا ای در برنامه.